بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نهایت عزیز، هموطندارای عزیز، حاضرین تالار، سلام به خدمت شما و خوش آمدید میگم به دوم پرس کانفرانس دور دوازدهم شب نبرد. امروز بر شما اندرکارت SLFC و شب نبرد بر شما معرفی میگردانیم که ما 4 مسابقه در اندرکارت داریم. هر کدام از یاره بر شما به معرفی میرسانم. تاریخ 20 حمل لایف در تلویزیون لمر مسابقه ما شروع میشه. شروع مسابقه ما در اندرکارت است و اولین جوره اندرکارت ما هست عبدالکریم بدخشی به مقابل سید بهیر حسن زاده که این مسابقه در فدر ویت هست. در فدر ویت در وزن 63 کیلوگرم هست و صحبت میکنیم با هر دو دوستای خود که امروز در تالار حاضر هستن. البته این پرس کانفرانس ها یک موقع بسیار خوبه میباشه که پشت صحنه گپایی که دوستای ما میزنن، حریفای ما میزنن در مقابل یکی دیگه خود یا هم یا در مورد تمرینات خود یا گپایی که در فیسبوک میشه، جواب یکی دیگه خود رو بروی یکی دیگه خود به این نوع یک پرس کانفرانس داده بتانه، گپایشان خیلی جالب هست. عبدالکریم بدخشی و سید بهیر حسن زاده هر دویشان ام کارهای خیلی موفق در افغانستان هستند. یک ریکارد بسیار بالای آموتور دارند. هر دویشان مسابقات پروفشنال دارند. 6 مسابقه، 7 مسابقه هر کدامشان کرده. خب به خاطر از این که مثل شب نبرد باره یا سایر سازمانای ام که در افغانستان هستند در تلویزیون مسابقایشان به تماشا کشیده نشده بود، به این خاطر این مردم یک ذره زیر خاک ماندن و این وقتشان است از طریق شب نبرد و از طریق تلویزیون طلوع و لمر شما این شخصیت ها را بشناسین. سلام برسه برای عبدالکریم بدخشی. کجا هست؟ طرف دست چپ ما. عبدالکریم بدخشی سلام، احترامات با شما. مصاحبه داشتیم که البته خیلی زیاد در یوتیوب لایک خورده، خیلی زیاد کامنت هم خورده، خیلی محبوب هم شده این شما در داخل افغانستان، البته به مردمی که تماشا میکنن دی SLFC شو را خوش آمدید میگم. عبدالجان بسیار نزدیک هست برنامه تان، 3-4 روز تا روز جمعه را مانده. در این حالت، در این وقت به زیادتر ورزشکارا البته تکمیل میکنه کل آمادگی های خود، ترینینگ های خود، وقت راحتی شان است، آرام باید در خانه بشینن، یک ذره انرژی هایی که مصرف شده ایره پس بگیرن. قصه کنین در مورد خود، در مورد تمرین خود و اگر به حریفتان که اینجا شیشته سید بهیر حسن زاده و همه گی مشناسه که خیلی یک ورزشکار قوی هم هست، کدام گفتنی دارین؟ ما آغاز از شما میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام استادای عزیز، قهرمانان عزیز و ورزشکارای کشورهای ایران و اوکراین خوش آمدید میگم. ما انشالله آماده که تامی آمد تامی خاصی خدا گرفتیم و قسمی که ما تامین کرده بودیم انشالله در تامین هم هیچ کمبودی و کاستی نداشتیم و انشالله جمعه شب در مقابل عریف خود انشالله آماده هستم. تشکر عبدالکریم بدخشی. میخواستم یک سوال کنم. شما باز هم این موضوع را یک کم بسیار کوتاه البته سرش تبصره میکنیم. شما گفتین که من یک ام ام فایتر کامل هستم، از کدام رشته نمیایم. البته شما بوکس اول کار کردیم، فکر میکنین تکمیل هستیم در ام ام ای چی و مسابقه زمینی باشه؟ ما این اصطلاح را ایجاد کردیم. البته خب این اصطلاح معنای زیر میته که مسابقه که دو حرکات های کشتی جوجیتسو ورد زمین آدم که غلطیده باشه استفاده کنه، ما او را مبارزه زمینی میگیم. چی مبارزه زمینی باشه، چی استاد بای باشه، شما آمده از انمی فایت هستین، چی فکر میکنین بهتریت تان در کجا هست؟ روی زمین بهتر هستین یا سر پای؟ ما در هیچ حالت انشاءالله مشکل ندارم و استاده استراتیجیم است و میخوایم که علاقمندان که کسایی که مسابقه ما را میبینن از مسابقه ما لذت ببرن و نمیخوایم که فایت خسته کن یا روی زمین و گراند فایت بکنم و انشاءالله که یک فایت استاندارد و جالب و نهایت کوشش خدا میگیم که ساده پای فایت کنیم انشاءالله. در مورد حریفتان چی میگین؟ سید بهیر حسن زاده چی نوع فایتر است و چی رقم شما میتونین که پیروزی را به آن خود کنین؟ بهیر جان فایتر خوب است، هموطنم است، برادرم است، یک بچه خوب با اخلاق و من خوشحال هستم که قسم حریف با ما
مد نظر گرفته SLFC و قسمی که آیت رهبری در جریان است، ما چندین موتور و حرفه‌ای فایت کردیم و انشاءالله که یک فایت خوب و جالب به نمایش میگذاریم. تشکر بسیار زیاد از عبدالکریم بدخشی. سید بهیر حسنزاده، در حرفای عبدالکریم بدخشی رو شما شنیدین، در مورد خود بگوین، تمرینات خود بگوین، آمادگی خود بگوین و چقدر مورال بلند دارین شما. و عبدالکریم بدخشی گفت که 100% مسابقه از من هست و شما بردن نمیتونین، چی جواب دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. سید بهیر حسنزاده هستم و زحمت های خود کشیدیم. ان شاء الله از نگاه فیزیک، از نگاه قدرت بدنی، از نگاه کشتی که من تشکری میکنم از ترینرهایم که وقت سر ما زحمت کشیدن، استاد امرالدین حفیظی، استاد خلیفه نجیب الله نوری، استاد عزیز نورستانی، استاد بوکسم و استاد فتنسم، استاد عثمان کوچی و بعریفم. ان شاء الله دیگه ما هم زحمت کشیدیم، توکلم به خدا، ان شاء الله از روی بالا برخوردار هستم و ان شاء الله شکست شم میتم. کدام چیزی میبینین در حریفتان که بگوین که ایجایش ضعیف است و من میتونم که از این استفاده کنم برنده شم؟ کریم بدخشی ماشاءالله فایتر خوب است، برادرم است، برادر افغانم است و در هر نگاه ما آمادگی گرفتیم، در زمین باشه، بالا باشه، انشاءالله که در عرصه کارش کار میکنه. درست. سید بهیر حسنزاده، شما دوزن 63 کیلوگرام هستین، البته کاتگوری تان فدر ویت میاد. فدر ویت عبدالکریم بدخشی هم خیلی زیاد مسابقات در موتور و باز هم در مسابقات حرفه‌ای هم اشتراک کرده. کدام وقت شده که شما سر خورده باشین؟ کریم جان در تورنمنت که سر می‌خوردم و اما کریم متاسفانه دستشان کسر کرد که باز در مسابقه همراه سر نخوردم و در یک بار کریم جان در سازمان یکی از سازمان‌های افغانستان چلنج داده بود و ما خواستم که چلنجش قبول کنم اما نشد، مسابقه ما انجام نشد. با کدام دلیل نشد؟ هم ترینرهای ما گفت که مسابقه نمیشه، ما چون با چی دلیل بود؟ درست. آیا این مسابقه یا جوره بندی تان اونمو دلیلش اون چلنج است یا خیر؟ نه، این سازمان انتخاب کرده، سازمان بهترین ها را انتخاب کرده که ما از تورنمنت آمدیم و مقابل هم دیگر قرار گرفتیم. سید بهیر حسنزاده و عبدالکریم بدخشی در فدرویت یکی از بهترین فایترهای افغانستان هستند که یک طرف فکر میکنم کم و بیش شیا موتور و حرفه‌ای را حساب کنیم 28 مسابقه و یک باخت است، دیگه طرف 19 مسابقه و یک باخت است و خیلی یک مسابقه جالب است. برای اولین بار یاد مسابقات شب نبرد اشتراک میکنم و در فدرویت البته منتظر یک فایتر خیلی قوی باشین که برتان 100% ضمانت میدم که یکی از یا تا کمربندم را پیدا کرده میتونه. دوستای عزیز، فایترهای خیلی خوب، یک تشویقتان کار داریم، یک کف بزنین. خب میایم، من ترتیب میرم. مسابقه که اول هست اینترویو از اون فایترها میشه، مسابقه که دوم هست و اون سلسله روز جمعه تاریخ 20 حمل هم فایتا بینمیش ترتیب است، بینمیش شکل است. میاییم سر سید مرتضای سادات. کجا ششته سید مرتضای سادات؟ مایک اگر نزدیک کنین سید مرتضا جان. سید مرتضای سادات به مقابل عبدالله صادقیار ببخشین بسیار زیاد در لایت ویت در وزن 70 کیلوگرام مسابقه داره. کاتگوریشان لایت ویت میاییم. سید مرتضای سادات هم یکی از دوستای ماست، از پروسه آموتور SLFC تیر شده و قهرمان وزن خود گشته و در شب نبرد را پیدا کرده. از کیمی که ما داریم، از وعده که ما کرده بودیم به همه دوستایی که در آموتور اشتراک میکنه و در تورنمنت اشتراک میکنه، ما همیشه به برنده تورنمنت در وزن خود قرارداد حرفه‌ای SLFC را میتیم که سید مرتضا هم یکی از دوستای ما بود که خیلی زیاد مسابقه در آموتور کرده. سید مرتضای سادات، خوش آمدی به پرس کانفرانس دوم شب نبرد. چی احساس داری؟ آخرم روز آمد، شما خیلی میخواستین که در بخش حرفه‌ای بیاین که سازمان SLFC و در شب نبرد مسابقه داشته باشین، روزا نزدیک است. سلامت باشین نورسنوی صاحب. اول در از همه سلامای خود تقدیم میکنم با حضورین در تالار، مهمونایی که از کشور ایران و اوکراین تشریف آوردن خدمت شما. بسیار احساس خوشی دارم که برنامه ما نزدیک است، آمادگی های آمد تا می خدا گرفتیم، تمرینات خدا پیش بردیم
انشالله از هر نگاه آماده هستیم که انشالله یک فایت یک نمایش بسیار عالی یک فایت متفاوت به بینندگانشان بدم. از متفاوت چی منظور دارین شما؟ خب متفاوت یعنی یک فایت دیدنی. یعنی دیگه فایت ها دیدنی نمی باشه؟ دیدنی می باشه. شما البته خیلی یک شوی قوی هم دارین. دوستایی که در مورد سید مرتضی نمیشناسه یک دفعه برین در یوتیوب در صفحه SLFC برین شما یک دفعه فایت های آماتور شما ببینین که اصلا خیلی یک استایل مکمل و کامل MMA را داره، چه زمینی باشه چه استاده پای باشه. خیلی مسابقه های جالب هم در تورنمنت آماتور داشت. در مورد حریفتان عبدالله صادقیار اگر میخواین که حرف بزنین که چی ویژگی داره و کجا هست نواقصشان که شما بتوانید بهتر استفاده کرده مسابقه را از آن خود کنید. خب عبدالله جان هم یکی از فایترهای خوبی کشور است، اندی دوستم است، من دوستیارم از هموطنهایم است. خب عبدالله جان ویژگی های خاصی داره، مسابقه را خیلی خوش است که زمین ببره. بازم ما آمادگی های خود دارم. فقط شما چطور هستین اگر مسابقه در زمین رفت؟ شما چطور زمین رفت دیگه ما آمادگی های زمین خود گرفتیم. چند مسابقه را شما در گرپلینگ سبمیشن یا در گراوند اند پاوند بردین تا بالا؟ 18 مسابقه را. 18 مسابقه را شما روی زمین بردین؟ روی زمین بردیم. و یعنی ای یک اخطار است برای حریفتان که اگر روی زمین مرا ببریم یادت باشه که من تجربه خیلی زیاد دارم. ها نه اخطار نیست ای چیزی گفتنی خواسته دارین به حریفتان؟ نه خیر نه، انشالله با امید پیروزی خودم و با امید پیروزی فایترهای دیگه. تشکر بسیار زیاد سید مرتضی عبدالله جان صادقیار، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ما بیادر عزیز. دوستای عزیز اگر پرتون بگویم که همیشه من میگم فایت کارت این دور خیلی خطرناک است، خیلی خوب است، خیلی خطرناک است، خیلی خوب است. خب واقعا برنامه 12 یا شب نبرد 12 جوره ها به او اساس انتخاب شدن که خیلی نزدیک هستن، هم ریکاردهایشان نزدیک است، هم تجاربشان نزدیک است. کسی دیگه سر نخورده که بگوییم که یک پهلوان که یک بکسر سر خورده. و این یک و نیم سالی که در بین وقفه آمد و گزند کرونا بود ما نتوانیستیم که مسابقه را دایر کنیم و هیچ کس نتوانیست که مسابقه را دایر کنه. همه این ورزشکارا تشنه مانده بودن و همه ایشان که هسته در یک و نیم سال خود در بخشایی که البته کمتر می فهمیدن رساندن و فایتایی که یک سال پیش یک و نیم سال پیش شما زیاد دیدین برتان اطمینان میدم که چهار چند خشنتر، چهار چند با تخنیک، چهار چند هوشیارتر مسابقه میکنن. یکی از قهرمانای روسیه آموتور ما عبدالله جان هم شیشته. عبدالله جان حرفای سید مرتضی جان رو شنیدن، گفتن 18 مسابقه رو ما روی زمین بردیم و 18 مسابقه رو توانیستیم که در روی زمین خلاص کنم و شما هم پهلوانی جوجیتسو از گراوند پاوند زیاد استفاده میکنین. چی گفتنی دارین از در مورد آمادگی تان صحبت کنین و اگر جواب مرتضی جان رو میخواین بدین. خب اول سلام خدمت تمام دوستا و عزیزایی که اینجا تشریف آوردن، جناب استاد نجیب الله سلطانی، نورستانی صاحب عزیز، ان شاء الله همگی جور و سعادتمند و سرحال باشن. دیگه ما همیشه هم یک شعر در مسابقه میخوانده مالم میخونم: هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرام تر از آهو بی باک تر از شیرم. شعرم گراوند اند پاوند خیلی خوب داره. البته زیادتر وقت فایت های شعرم که دیدین در زمین خلاص میشه، یکی چک میکنه و دیگهش خلاص میشه. شما هم زیاد خوش دارین که مسابقه در روی زمین باشه، البته زیاد مسابقه هایتان که دیدیم زیاد از حرکات های پهلوانی شما استفاده کنید. آیا فکر میکنین که این مسابقه در بین شما سید مرتضی هم در زمین میره و در زمین خواهد خلاص شد؟ خب من زحمت های خود کشیدیم و ان شاء الله که در استاد هم خوب هستم و در زمینم دیگه در حالتی که مرتضی جان خوش باشد در حالت استاد هم که فایت میکنم و فایت وقتی که زمین میره و زمین اون خودش خبر است که من زمین ببرم و با آسانی از پیش من خیستن هم میتونم. مرتضی 18 فایت خود در زمین برده و برده برنده شده.
شما چند فایت خود در زمین برنده شدین از طریق سبمیشن، گراوند اند پاوند، TKO هر چیزی که باشه؟ ما 4 مسابقه نکاوتی داشتیم دیگه، کلان کل در زمین بودم. کلان چند مسابقه کردید شما؟ ما 18 مسابقه حرفه‌ای کردیم، مبارزات آزاد دیگه، 4 مسابقه دیگه هم در 5 مسابقه دیگه هم در تورنمنت کردیم در شب نبرد. بشنوین دوستای عزیزی، مردم بسیار چیره است شما بگوین که نو هستن یا هر کدامشان هر کدام از یا استاد است، هر کدام از یا به تعداد سر موی واره مسابقه کردن و چانس برشان حال پیدا شد که یاد شب نبرد بیایه. مسابقه هایشان خیلی جالب است. من میگم یکان مسابقه های اندرکارت ما شاید از مسابقه های مین کارت ما کده هم جالب تر باشه. متوجه زیباشین دوستا عزیز. دیگه کدام گفتنی دارین؟ سلامت باشین نورستان صاحب، بخیر باشی. یک صدای دگام خجایش هست که تشکری کنیم از اتاک انرژی درینک، مشت پرقدرت، دوست، همکار و یار خوب ورزشکارای ام ام ای افغانستان. سپاسگزار هستیم از کمپانی اتاک انرژی درینک. واقعا لذت بخش هم هست، شما امتحان کنین یک بار دیگه. خب مسابقه بعدی البته مسابقه سیوم ما در دور 12 شب نبرد و مسابقه سیوم اندرکار در بین عبدالمنیر احمدی و عبدالخالق غوثی است. ما اول میپردازیم سر عبدالمنیر احمدی. عبدالمنیر احمدی سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با عرض سلام خدمت شما نورستانی صاحب و بیننده‌های عزیز و حاضرین در تالار. عبدالمنیر احمدی شما هم یکی از دوستای ما هستین که از پروسه آموتور تیر شدین، آموتور هم خیلی زیاد فایت کردین، فایت های حرفه‌ای هم دارین. خب یک مشکل آمد در این مسابقه. عبدالمنیر احمدی جوره شده بود به شیرشاه مبارز. در وقت آخر در ثانیه 90 مسابقه را نپذیرفت و گفت که من فایت کردن نمیتونم، واگذار کرد، البته تیر شد از مسابقه و در این وقت کم حریفشان عبدالخالق غوثی چلنج قبول کرد. سازمان SLFC برشان پیشنهاد کرد که اگر این فایت کرده میتونین، اگر آماده هستین یک کف بلند بزنین به عبدالخالق غوثی به خاطر از اینکه دوستای ما خیلی تمرین میکنه، 2 ماه 3 ماه 4 ماه، البته 2 ماه قرنطین میشه تا که مسابقه های حرفه‌ای را بتن، در وقت بسیار کم فکر میکنن در یک هفته عبدالخالق جان آماده شد که مسابقه کنه. چقدر فرق میکنه این مسابقه منیر جان با ای که شما کته مبارز جوره شده بودین و حال حریفتان تغییر کرد؟ خوش هستین که مسابقه میکنین یا خفه هستین که حریفتان البته واگذار کرد مسابقه را پیش ازید؟ قرار بود من امرای شیرشاه مبارز برادر آباد محمد مبارز مبارزه کنم، اما نمیخوام چی باید شد مسابقه مرتبط شد. حالا امرو عبدالخالق غوثی جوره شدیم، یکنی ما بیش با بادری ها خدا هم خدا گرفتیم، انشاءالله تشکوی جارو بیدنیا با نواش بگذاریم. زیادتر وقت وقتی که حریف در دقیقه 90 تبدیل میشه شما آمادگی خود خاص خود و به یک حریف مشخص میگیرین. اگر حریف سال پای کار باشه شما زیاد توجه میکنین که سر سال پای خود کار کنین، یعنی زده حمله سال پای زوره یاد میگیرین و زیاد شما تفکرتان سر فکرتان سر زیرین میباشه که چطور ما میتونیم که از جواب حرکت های حریف خود داده بکنیم. شما گفتید که شما خیلی زحمت کشیدین، درسته؟ ما حریف هم دو مندونیم و پیش مشخص شده بود، درسته؟ حالی که حریف هم تغییر خورد عبدالخالق غوثی، شما فکر میکنین که کل چیزی که زحمتی که شما کشیده بودین و حریف شدن یک ورزشکار آمد که خیلی متفاوت می جنگه از حریف کنم؟ نخیر، ما پیش از یام امرای عبدالخالق غوثی مبارزه کنیم در مسابقات آماتور، توانستیم بهش برنده شویم. مسابقهش ترکیب نکنم دیگه، چه زمینی بره چه ساده باشه آمادگی خود گرفتیم انشاءالله. یعنی شما تجربه فایت با عبدالخالق غوثی دارید؟ بله، یک بار مبارزه کردم. درست، و کی برنده بود در مسابقه؟ خودم برنده بودم، در راوند سه نکاوت کردم. در راوند سه نکاوت کردم، یعنی حریف تقریبا سه راوند میتونه
با شما بجنگم. خیلی یک قصه خیلی خوبی است. خاطر اینکه عبدالخالق رمسی یک شکست را به دست عبدالمجید احمدی هم داشت و موقعی چقدر خوب که شما جبران کنین اون شکست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت حضورین در تالار، مهمانان عزیز و کسانی که ما را از طریق صفحات فیسبوک تماشا میکنند. عبدالخالق غلطی هستم، از ولایت غزنی. مدت دومین فلمشی قرارداد شب نبرد به دست آوردم و خوشبخت هستم که امروز در جمع قهرمانان و مهمانان عزیز قرار دارم. انشاءالله آماده هستم که یک فایت دیدنی و جالب کنم و مدت بسیار کم میشه که ما برای این مسابقه آماده شدم. آمادگی داشتم برای دوره 13 آمادگی میگرفتم که سازمان بر ما خبر داد که امروز عبدالمنیر احمدی فایت میکنیم. ما فایت شما قبول کردیم. زیادتر احمد وقتی که شما یک شکست هم از دست عبدالمنیر احمدی داشتین، چطور مسابقه را قبول کردین؟ میخواین قصد باخت را بگیرین؟ طبعاً روند مسابقات آزاد هست. وقتی یک کسی مسابقه رو میبازه کوشش میکنه که دوباره خود آماده بسازه تا که اما دوباره ریکارد خود از پیش رو بگیره، یعنی برنده مسابقه شوه. یعنی قصد خود میگیم قصد باقی؟ انشالله کوشش میکنم که من چون من تجربه آماتور رو نداشتم در مسابقات آماتور، اولین فایت ما بودم با عبدالمنیر جان. مسابقه را قسمی که خودشان گفتن نکات من نشدیم، مونده مسابقه را برشان ارزار کردیم و این بار کوشش میکنم که من یک ارتایی کار است. من مسابقه ارتایی کردیم انشاءالله با بهترین های افغانستان، با سهیل حسن داده، با عبدالاحد فاروقی، و اگر باختم کردیم در مقابل از اینا افتخار میکنم، چون من اونا تجارب از اونا از مکده بسیار بالا بودن. من مدت 3 یا 4 سال میشه که من در رشته ایمه رو آوردم و برای من یک افتخار است. تشکر بسیار زیاد از جوری ما عبدالمنیر احمدی و عبدالخالق رئوسی. عبدالمنیر احمدی و عبدالخالق رئوسی میگم شما ناکام نکردین، ما نبردین. خب خیر، بحثا رو بعدا میکنیم. چانس خوب برلویتان میخواییم بیادر عزیز. یک کف بلند بر ورزشکارای ما. میایم سر مسابقه چهارم اندرکارت ما. بلال مطمئن مشهور به مگرگر افغانستان و حمید جان الهیان که کوچشان قسم خورده سرشان هر کسی که ایر زمین ببره میگه من استفا میدم. آقای ارفان ابراهیمیان اینجا شیشته، البته نگفت از چی استفا میدم، گفت که هر کسی حمید الهیان به زمین بود من استفا میدم. بخاطر از گفته که حمید جان الهیان در پهلوانی سنتی قهرمان ایران هستند و در سایر ورزش های کوچکی هم مدال های خیلی زیاد، افتخارات زیاد، پهلوان جهان است. بسیار زیاد باشه. یک کف بلند بر حمید الهیان. گفته میشه که یک البته اولین مسابقه حرفه‌ایشان هست در افغانستان، یا هم از یک پروسه خیلی سخت آموتور در ایران تیر شده رای خود پیدا کردن در ام‌ام‌ای و امروز با ما هستن. اول میریم با بلال مطمئن گپ میزنیم. بلال جان، من مصاحبه داشتم همراه با حمید الهیان و گفتم که گراوند پاوندتان خیلی وحشتناک است و شما هم یک حریف پرقدرتی هستین و حریف هستین که از جنگهای زمینی نمی ترسین. حمید الهیان بر من گفت که هیچ تفاوت نمی کنه و من قوی هستم و 100% مسابقه را می برم و مسابقه برای من فعلا حیاتی هم هست. گفتین شما و دیگه چی گفتین؟ انشاءالله که میبرم. بلال جان مطمئن، خودت از تورنمنت آماتور پیش آمدی، قرارداد گرفتی، همیشه منتظر ازی بودی که در سازمان SLFC شب نبرد شما مسابقه حرفه‌ای را داشتید، حالا سر خوردین به قهرمان جهان پهلوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. محمد بلال مطمئن هستم. با امید ایران چنین گفتنیم امیدیست گرنا دانی غیرت افغانی هم قربان میدان آمدی میدانی هم. من این شعرش خوشم نمیاد. میفهمم چرا؟ غیرت من میکنم داخل رینگ خود بدرایم، خود تکنیک نداشته باشم، یاد نداشته باشم، لات میخورم بیادر عزیز. بیاین که در مورد دیگه بزنیم که شما چقدر آماده هستین به پهلوانی حمید الهیان. غیرت آخه انشاءالله کلگی ما داریم. مقام این قصد رشته ما کنگریشن هسته
که قهرمان تیم ملی پانکریشان هستم و مدد دو سال میشه که من دوشنی ایفایت هستم ابراهیم جان گفتنی من میست که مرد دسکم پکر نکن وقتای که در ایران بردیم مچه مرد که از کوچه بود از آجی کوریه بچه های من نیست میدون مرد تو در یک روز تو افتار بودیم ای سیران بر تو بسار سخت دیر میشه بام کشتی هم رد پیش میرم هر کشتی من پانکریشان هست گریپرون کسد میشم مش لغت من و دستم فقط دمودگی باشه آقای دلال مطمئن میگه که من هم غیرتش دارم و هم از رشته پانکریشان آمدیم گرپلم سبمیشن هم یاد دارم و شما را در زمین میبرم و در زمین از پیشتان میبرم مسابقه را شما چی گفتنی دارین حمید جان؟ به نام خدا حمید لایون هستم عرض سلام و خسته نباشید خدمت میهمانان عزیز شما و بینندگان فضای مجازی من ادعا نمی کنم من تو قفس نشون میدم که چی خوبه بعد کسی که نه رکوردی داره نه بردی داره نه باختی داره میگه من مکگریگورم خیلی بده دیگه باباش باز مکریر که هستم باز مکریر پانکریشان هستم درشته ما پانکریشان هست بابر موسار تو ما پانکریشان مصابقه کردیم از میزل که از پولونی اومدی در درشته ممی که هم گفته اون آخر بینی تا سیسی ها میکنیم این مستریستم خب اگه تو مکری گوری منم خدیب هست فردو بیه تو قفص مشخص میشه دیگه یک طرف مگرگر افغانستان دیگر طرف حبیب ایران بسیار خوب خب دلم مطمئن همیجان البته هر دوی تان دفعه اول است که در مسابقه حرفه‌ای را میکنین بس گپ شما که ریکارد ندارین شما در اوتور ریکارد دارین شما در اوتور ریکارد دارین یکی از رشته پانکریشان یه دیگر از رشته کشتی یه خیلی مسابقه جالب است البته تفاوتشان دقت هست غیر از اون دیگه کدام تفاوت خاصی ندارن ریکاردهای آموتورشان هم ان شاء الله برابر است بلال تورنمنت SLFC را برده و همیشان که از مسابقات ایران آموتور در مسابقات پهلوان در یک روز هفت فایت کرده و هر هفت فایت کرده برده دیگه برای دفتری دارم از جناب ارفان ارفان جان استفایت آماده باشی جناب ارفان جان بگه که به استفایت آماده باشی همی جان اگر کدام حرف آخر داری به حریفت من فقط تو قفس باید بمیرم که بیم ببازم خدا نکنه که کسی بمره تشکر میکنیم از جوره های اندرکارت SLFC خیلی جالب بود فایت های خیلی خوبش از دوستای عزیز ببینین در یوتیوب هم ببینین و در برنامه نبر هم فایتا را تعقیب کنین و بعدا هم در سوشال میدیا اپلود میشه این دوستای ما از یادتان نره ستاره های آینده MMA افغانستان امروز که تو ما اینجا شیشته آتوگراف هایشان هم ببینین نشد که یک کلان شد مثل واید نجان داری که باز دیگه هیچ کسی گیب کده نتانه او را که چک گرفتن نتانه حالا خیلی لکوم هست از افغانستان هم دوستای عزیز یک کف بلند برای دوستا میزنیم تشکر بسیار زیاد یک وقتی کوتاه میگیریم بعدا شما را مین کارت دور 12 شب نبرد را به معرفی میرسانیم دوستای عزیز یک وقتی کوتاه داریم تشکر دوستای عزیز حاضرین تالار بیننده های ما از شبکه های فیسبوک و یوتیوب خوش آمدید به پرس کانفرانس دوم دور 12 شب نبرد و امروز و حالا ما شما را به دوستایی که در مین کارت ما فایت میکنه به معرفی میرسانیم یک کف بلند به همه ی دوستایی که اینجا اشتراک میکنن انرژی زیاد کار دارم از شما انرژی زیاد کار دارم از دوستای ما دور 12 شب نبرد متفاوت است دوستای عزیز مسابقه اول مین کارت و ترتیب دوم سوم نیمه مرکزی و مرکزی را بر شما یک کوتاه معرفی میکنم مسابقه اول ما سمیر مخلص و مقابل فضل ربی هست The Lightweight 70 کیلوگرام چک کف بزنین به هر دو دوستای ما فایت دوم ما ودود متین با مقابل علی رضا شریعتی در لایت وید 80 کیلوگرام.
فایت نیمه مرکزی ما رولای محمدی با مقابل میلاد شهبازی سوپر لایت ویت 74 کیلوگرم و مسابقه مرکزی ما دی مین ایونت باز محمد مبارز با مقابل زکا فتالله زاده. فایت کارت خیلی جالب است، خیلی هیجانی است. اول میریم با سمیر مخلص گپ میزنیم، یک چند صحبت میکنیم. سمیر جان مخلص، خوش آمدی به برنامه ما و بالاخره بیادر عزیز در مین ایونت و در مین کارت چی احساس میکنی بیادر؟ سلامت باشین ورسانی صاحب، سلام خدمت شما دوستای عزیزی که در تالار حضور دارن و عزیزایی که از طریق یوتیوب فایت نایت تماشای ما میکنن. سلام خدمت همه گیشان و میمانای عزیزم، خوش آمدید میگیم. به خودتان بهتر معلوم است نورستانی صاحب که یک مدت زمان طولانی تقریبا یک و نیم سال دو سال شد از فایت و مبارزات دور بودیم و خیلی هم میخواستیم که باید فایت کنیم و امو استعداد کمی بیشی را که داریم برای دوستای عزیز خود به نمایش بگذاریم. خوش هستم از اینکه در دور دوازدهم شب نبرد جوره شده و انشالله که بتونم یک فایت بسیار خوب دیدنی را برای عزیزای ما به نمایش بگذاریم. فایت خوب دیدنی زیاد مهم است برای شما یا برد و باختتان زیاد مهم است؟ برد و باخت خود جزء حتمی مسابقه است. در پولی بردن میخوایم که یک شو بسیار خوب، یک نمایش بسیار خوب هم برای دوستای عزیز داشته باشم. یعنی ناجوان مردانه نمیخوای که ببازی یک باخت؟ هیچ وقت. درست، بسیار زیاد. فضل ربی هم یک مبارز خیلی قوی هست، در مورد چی میفهمین و چطور میتونین البته چی نقاط ضعیف داره که شما میتونین که از او استفاده کرده؟ این سوال به همیشه از هر مبارزی که در پرس کانفرانس های ما میایه میکنم، چی نقاط ضعیف است که شما استفاده کرده این فایت میتونین ببرین؟ ایرا خب بگویم باز نقاط ضعیف خود تقویه میکنه نمیگم باشه پیش خود نداره که تقویه کنه، دو روز مانده دیگه همونجا را خوب میکنه، همه تمرینات خود کرده، همه چیزا رفته. فکر نمیکنم کدام کوچ در درست بتوانه که یک نقطه ضعیف شب کشا و بگه که توی کار نکن. ما مثلا بگویم در قبرغش میزنم، میشه قبرغی خود محکم بگیره باز دویش میزنم. یعنی شما میگین که قبرغش اوگار است؟ خب ایرا گفت مثال دادم. مثال دادین؟ میتونن آزادانه صحبت کنین؟ اول نمیشه. فضل ربی، قبرغیت میگه اوگار است یا ضعیف است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت تمام بیننده ها و استادان عزیز که در اینجا تشریف دارن. نظر به گپ سمیر جان مخلص، قبرغیم ما Do I look unhealthy? I don't know. I can't see it. I can't see it. You're wearing a coat. Maybe you should take it off and then we can have an examination. Should I? No. انشالله که از فیزیک خاصی برخوردار هستیم. یک بار اشتباه کردیم، انشالله دوباره تکرار نمیشه و هیچ کمبودات ما فعلا احساس نمیکنم. اشتباه داشتیم چی بود؟ شما گفتین یک بار اشتباه کردیم، چی اشتباه داشتین شما؟ ما یک بار اوورویت بودم، وزن بسیار بلند شده بود، با کم کردن وزن نتونستم که مسابقه را به نفع خود مطلبم عزیز که مسابقه را واگذار کردم. اوورویت بودین، حال سر وزن هستین؟ بله، ما سر وزن هستم و آماده هستم به فایت. اشاره کرد، گفت قبرغه چی مشکل داره؟ کدام گپ هست که ما نشنیدیم و این میفهمه؟ او شاید کدام مثال داده باشه دیگه، ما خب کاملا خوب هستم. خب فضل ربی جان، شما هم خیلی اعتماد به نفس معلوم میشین، سمیر مخلص هم خیلی آدم اعتماد به نفس است، البته گپایش خیلی شکسته است، شکسته نفسی یک نمایندگی خوب میکنه. اردویتان خیلی فایترهای خشن هستند، مسابقات دیده مسابقه اردویتانه، چی فکر میکنین سمیر مخلص کجا کوتاهی میکنه یا کدام نقص کلان داره یا کمبوتی در فایتشان است که شما از او استفاده کرده بتانین که مسابقه را ببرید؟ سمیر مخلص گرابلنگ خوب نداره و همچنان یک پانکریشن کار است دیگه، فکر نکنم مقصب میشن بالام داشته باشه. پانکریشن کارا خو کارشان اینه، میز کار زمینی جوجیتسو هم میشن دیگه و دیگه. شما چطور میگین که سم میشن؟ درست معلومات نداره.
ما در باره عریف خود تمام فایتایش مطالعه کردیم و تو چیز خاصی ما ندیدیم در فایت ازی. بله، باختایی که مقصد باختایی که سمیر مخلص داشت البته از روی زمین بود. سبمیشن هم شما را سویل حسن زاده گرفته بود در راوند اول بود فکر میکنم؟ سبمیشن گرفته بود، خود سبمیشن گرفته نتانست متفاوت کنم. ما میخوایم اگه فدگرام بگویم در پولی شوخی فضل روی جان دوست بسیار خوب و ما سی یک جای تمرین میکردیم. انشالله که بتانیم یک فایت بسیار جالب دیدنی و جشنی با گفته دوستا و نمایش بگذاریم برای همگی و انشالله که پانکریشن رشته ای است که برگرفته شده از مشت، لگد، پرتاب، سبمیشن، گیری گرفت همه چیز است در پانکریشن. اگر یک بار میبینیم بخیر داخل کیچ انشالله. سمیر مخلص گفت که ما از یک جو تمرین میکنیم. بله ها، در یک کلاب بودیم و مگر هیچ وقت روبرو نشدیم. حالا بخیر داخل کیچ روبرو میشیم انشالله. بیا انشالله انشالله که ما از آمادگی های خاص خودم ما یک ذره بخشش باشم از آق کدم امرایشون از مرا دوستم است و ما آمادگی های آمتام خودم گرفتیم و آماده مسابقه هستیم. بیست عمل انشالله داخل کیچ با هم مبارزه میکنیم. آرزوی موفقیت با ما. تشکر بسیار زیاد از سمیر مخلص و فضل ربی جان. جا داره که باز هم یک منشن سپانسر خود بکنیم. اتک انرژی درینگ، مشت پر قدرت، حامی، دوست البته امیمه کارای افغانستان که همیشه پالوی شب نبرد بوده با سپانسر شپای خود. مسابقه دوم ما البته در لایت ویت هست، وزن 80 کیلوگرم. عبدالودود متین و مقابل علیرضای شریعتی. متینه؟ بله. سلام، سنگه ای؟ سلامون نیکلی طول از رون تا سلام تاستا منه نشم جوانده و سگرانه. باش در فارسی گپ بزنیم که باش رضا جانم بفهمه. عبدالودود متین البته یک نامی هست که لقب بر شما دادیم، تانک فرا، به نام تانک فرا مشهور میشه در افغانستان. مسابقات خیلی زیاد هم داره، از خارج از کشور هم به نمایندگی افغانستان بلاروس رفت. در مسابقه مین ایونت بی اف سی هم شما بودین که توانستین که مین ایونت رو ببرین. بازم برتان به اون مسابقه تبریکی میگم. عبدالودود متین، ما شما که شما پیشتر گپ میزدم شما گفتیم مصاحبه علی رضا رو من شنیدم و خیلی اعصاب من خراب شد. چرا اعصابتان خراب باشه؟ من آمادگی زیاد گرفتم خب، خاطر از این که علی رضا تا گفای زد که بخی اعصاب تغییر کرد. چی گپ سرتان بد خورد از علی رضا؟ گفتی تو کار میکنم زمینی هم بیای که من میتونم برده، که دست و پا هم کار کنه میتونم برده. من فکر کردم اگه تو باشه داخل قفس همراهی ببینم چی میکنه. ای گفاش هیچ وقت از یاد نره، داخل مسابقه باخت بخیر، داخل قفس باز به یادش میکنه. ببینین علیرضا گفت، علیرضا گفت مصاحبه خود در SLFC شو را ببینین دوستای عزیز. خیلی یک مصاحبه جالب داشتیم با علیرضا. علیرضا گفت که البته عبدالودود متین سرپا خوب نیست و مسابقه آخره که باخت از حریف پاکستانی خود نمایندگی ازوره میکنه. من آمده هستم، من تیار هستم در زمین و ساده پا میتونم که از عبدالودود متین در هر حالتش مسابقه را ببرم. من خوب فکر میکنم که هر ورزشکار تو را یک گپ میزنه. شما چرا اصابتان که خراب شده؟ خاطر از اینکه گفا کلان میزنه. خب گفا کلان که بزنم با اصاب کم میچه میخورم. علی رضا میگه خیلی گپای کلان زدی شما، خیلی گپای کلان زدین. میگه در یادتان باشه، از یادتان نره بعد از مسابقه که باز نگوین که نه گپ ما نزدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما حضار محترم و مردم مهمان نواز افغانستان و کسانی که این برنامه رو میبینن. ببین متین جا، من یه سویت میگم، من کشور دیگه منم تو این کشور فایت کنم چیزی برای دست دادن ندارم. اکثر فایت که تو کشور دیگه کردم همین جوری بوده. اومدم اینجا تا به امید خدا با انشالله جمعه با یه پیروزی برگردم کشور خودم. میگم در افغانستان اومدیم، ما میخواییم که ببرم.
بخیر بیای. اول خوش آمدی برات میگم که آماده به میمان نوازی که داخل قفس شدم باز بردن منگه به خواب ببره. خوابای علیرضا جان، خوابای خوبی میبینین شما؟ بی ماتی جان، من برای تمام ورزشکارای اینجا ارزش قائلم، چون همهشون تا روز قبل از جمعه زحمت کشیدن، زج کشیدن. روز جمعه روز فایت، روز رقابته و همیشه من تو روز رقابت تمام تلاشامو کردم برنده از میدون اومدم بیرون. بازیه تو هم دیدم، آنالیزت کردم، تو هر گارد 10-15% بلدی، دست و پا، کشتی، جویسو 10-15. من منتظرم هر جور با من بازی کنی یه دبل استقبال بد نشون بدم. او دو درمتین پیشرویتان ای گپه میزنم ایگه که 15% یعنی ستایلتان تکمیل نیست. اگر در میدانم هستین شما 20% بلد هستین، اگر سر پایم هستین 20% بلد هستین و هر سوالی که شما دارین جوابش من در داخل رنگ میتم. من به یک گفه عزیز راضی هستم خواه که داخل کفز شد باز 20%، 15% و از این نشان میتون که چی است. نشونتان میده. پس تمام تلاش تو بکن که اون شب اولا که همه لذت، اول خودم لذت ببریم، خودم لذت ببرم بازی که میکنیم، که بعد یه جور بشه که دیگه شب میخوایم بریم خونمو از وجدان نشوشیم اون روز چرا این کارو نکردیم، چرا این پاهر رو نزدم، چرا این دست رو نزدم. بقیه هم لذت ببرن بازی که ما کردیم. تشکر بسیار زیاد از عبدالودود متین که اعصابش خیلی خراب است و از علیرضا شریعتی که مورالش خیلی بلند است. ممنون ازت. دیگه ببینیم که مورال میبره یا عصب خرابی. خیلی جالب است، خیلی جالب است. میرسیم به مسابقه نیمه مرکزی، رولای محمدی با مقابل میلاد شهبازی. یک کف بلند به هر دویشان. رولا محمدی اول از خودش شروع میگه. آقای عرفان ابراهیمیان گفت که مسابقه به مردم خیلی حیاتی میشه او وقتی که یک باخت داشته باشن، یک مدت زمانی زیادی تیر کرده باشن و پس بیاین داخل مسابقه یا باید ببرن. مسابقه حیاتی هست ای برای روح الله محمدی. خب اگر این مسابقه را روح الله محمدی میبازه، چون که 2 سال 2.5 سال اونمو زمانی که باید تیر میکد بعد از باخت خود آلردی تیر کده، باید خدافزی کنه روح الله محمدی از میادین ام ام ای. ای گپ کوچه میلاد شهبازی زده عرفان جان ابراهیمیان که دوست خیلی نزدیک خودت هم است. چی فکر میکنی؟ درست میگه یا نه؟ خب به نام خدا اول سلام عرض میکنم خدمت حاضرین، اساتید، استادای بزرگوار، قهرمانای عزیز، مخصوصا میمانای عزیز ما استاد عرفان و قهرمانایی که از ایران تشریف آوردن. خوش آمدید بهمشون به افغانستان. باید بگم استاد عرفان، من هم باخت تجربه کردم و هم پیروزی را در قفس SLFC. در برد خود مغرور نشدیم و در باخت خود مایوس نشدیم. ما تلاشای خود ادامه دادیم. همه رقمی که ما در رشته کیک بوکسینگ با مردم افغانستان خود ثابت ساختم، 5 مدال طلا و 1 کمربند طلا جهانی را به افغانستان گرفتم، انشاءالله که در رشته MMA در قفس SLFC هم این توانایی و این قهرمانی خود ثابت می سازم. عرفان میگه که این مسابقه حیاتی است برای رولای محمدی، درست میگن؟ خب ما به استاد عرفان خیلی احترام دارم. خب تا جایی را شاید باشه به خاطر از اینکه بعد از باخت آمدیم و میخواییم که تلاش زیاد کردیم و آمادگی بسیار زیاد گرفتیم به این مسابقه و با آمادگی به برد گرفتیم انشاءالله. خودت رولای محمدی بسیار وقت از صحنه MMA دور بودی، من میگم که زنگ نزده باشید، زنگای تکیده یا نی؟ زنگ در صورت میزنه که تمرین نداشته باشی، ولی من تمرین داشتم، سپارنگای خود داشتم داخل کلاب، چون ما یک تیم خوبی هستیم که یک جای تمرین میکنیم. فرامرز محمد میفهمین که قهرمان 70 کیلوی سازمان SLFC است، واحد نجند است، اکثریت بچه هایی هستن که قهرمان ها هستن. ما یک جای تمرین میکنیم، سپارنگ داریم،
انشاءالله زنگ های یکی دیگه خود پراندیم. بی بی باخت آخرتم به مازیار یاری بود، از ایران آمده بود و ای حریفتم از ایران آمده، چقدر فشار از سرت؟ ما نظر به مسابقات قبلی، این مسابقه بسیار راحت هستم به خاطر که هیچ استرس و هیچ تشویش ندارم، چون که راجع به حریفم معلومات دارم، میفهمم و از قبل آمادگی گرفتیم را سر این مسابقه. و مسابقه قبلی بود که تمام دوستا در جریان بودن که عریف ما، چون ما اگر از قبلا خبر می بودم که عریف ما مازیار است، مازیار ما درام دوال تمام میکردم و این را وعده میتم انشالله که این مسابقه را ما امرای مازیار تمام خواد کردم. و عریف ما قزاقی بود که در تاریخ 5 اسد مسابقه ما بود که در اول اسد قزاقی نامد، در 4 روز خب ما با مازیارم یک چی میگن موافق چی می تشکری میکنم که در 10 روز یک هفته آماده شد که امرای ما مسابقه بکنه. ولی نظر به تجربه ای که 18 رکوردی که او داشت، یک رکورد یا 2 رکوردی که در ام ام ای ما داشتم، ولی در 15 دقیقه مبارزه هوی چی کده نتونست، حتی یک مشت هم دریو مزده نتونست، سرمیشن هم گرفته نتونست، فقط چپا میکرد محکم میگرفت مثل کور محکم گیر، واره نه خودش حرکت میرفت و نه میمان که من حرکت برم. نظر به او اگر ما یک ماه پیش خبر میبودم که مازیار یاری عریف ما هست، به هیچ وجه نمیماندم که از رام دوال دو برم. آله خو میفهمین، آله آماده هستین؟ انشالله آماده هستم، آماده آمدام. میلاد شهبازی را در کدام راوند میخواین ببرید؟ خب ورزش ممی پیشبینی هیچ کس نمیتونه پیشبینی کنه. خوب قهرمانایی که ستارای ممی بوده یا در راوند اول پریده یا در راوند دو پریده. ولی ما میخواییم بگویم که در این مسابقه ما خیلی آمادگی گرفتیم، آماده هر نوع مبارزه هستم، زمینی، استاده، بغل کش، هر جایی که بره. دیگه پیشبینی نمیکنم کدام راوند، ولی میشه که تکر اول. مصاحبه ما و میلاد دیدین شما؟ بله دیدم. ده او البته میلاد گفت راوند اول طوفانی را شما میبینین، استراتژی ما اینمی است. راوند اول طوفانی من حمله میکنم و همون چیز انرژی که در وجود خود دارم با استفاده از اونمی انرژی حمله میکنم و شما را ناکاوت میکنم. اگر ناکاوت نشدین باز من آرام ساتری میکنم تا 3 راوند دیگه مبارزه را پیش میبرم و داورای کنار که هست باز میتونه که در حساب نمره بر ما نمره بده و در او هم میگه پیروز میشون. خب میلاد شعبازی هم ورزشکار خوب است، ما احترام میکنیم به تمام ورزشکار ها. خب نظر خودش داده که استراتژی خودش گفته و ما هم از خود استراتژی دارم دیگه. انشالله آماده به هر نوع عملات و برنامه هایی که عریف گرفته ما انشالله آمادگی گرفتیم، چرا که ما در این مسابقه با بهترین ترنرها تمرین کردیم. سردار نجیب الله سلطانی کمگی با نامش آشناس، استاد کیک بوکسینگ ما است و استاد جمشید بیزادپور ترنر بوکس ما است، استاد جاوید قریشی استاد فتنس هم و استاد نجیب الله نوری کشتی و استاد زبی الله شوفایی همچنان کشتی و جوجوتسو. انشاءالله دیگه هیچ مشکلی در وجود ما در این مسابقه نیست، آمادگی آمتام دارم انشاءالله. کل استادای بسیار قوی کابل جمع کردی دور گرده خود دیگه تو. خب هر کدامش ده خود یک نام قوی است و آله دیگه بیادر عزیز اگر بو بازی مسابقه را ای بر میخوره با استادایتان. خب میلاد شهبازی خوش آمدی به افغانستان. یک حرفای روح الله محمدی را شنیدی؟ بله. دیگه ضرورت نیست که ما چیزی بگویم، شما شروع کنید. بنده هم سلام و درود خدمت تماشاگرها و مردم خوب افغانستان. من هم کل زحماتم کشیدم، تامیناتم کردم، حالا هر استایل دوست داشت آمادگی کامل دارم. بعدشم بگم که من عاشق چالشم، یکی قهرمان جهان بوکس باشه دوست دارم فقط باش بوکس کار کنم، واسه من هیچی فرق نداره. میخوای سلطان بشی باید با سلطان بجنگی، نه با هر شغالی. میلاد شهبازی من کانفرنست بسیار خوشم آمد یادر عزیز، نیک مسابقه بعدی تا که مایک تایسون برابر کنیم 100%. یا فلوید می ویدر کدامش؟ هر کدوم قوی تره. صحبت های روح الله محمدی را شنیدین، مسابقاتشان البته شما دیدین، این را می فهمین که یک کیک بوکسر خیلی خوبی است.
اول که میخوام مردم خوب افغانستان یه دست تشویق جانانه بسه آقا رولا کنن که کار هر کس نیست قهرمان جهان شدن. یک حرف بزنین. کار هر کسی نیست، واقعیت هم میگه که قهرمان جهان شوه و قهرمان جهان در کیک بوکس روح الله محمدی بود و خوشبخت هستیم که پالوی قهرمان ها امروز ما ششتیم. میلاد شهبازی شخصیت خیلی خوبی داره، البته کم شوخ هست دگه پای خود. امو استراتژی است یا استراتژی را تبدیل کردین شما؟ راوند اول طوفانی؟ آره آره. باز آرام؟ آره دیگه. دگه گفت حرف در مورد روح الله محمدی فایتاش را شما دیدید؟ آره دیدم. آره گفت شما انالایز کردین فایتاش؟ بله بله. نقطه ضعیف روح الله محمدی چی است در نظر شما میلاد جان؟ قشن بازیاشو آنالیز کردم، دیدم فایتر یه شاید یه دقیقه بتونه فایت کنه، بعد کلن استراتژیش عقب نشینیه. حالا من اون زمانی که بخواد عقب نشین کنه منم حمله هم شروع. رو الله خودت فایتر یک دقیقی هستی، بعد از او عقب نشینی میکنی؟ شاید اشتباه کرده باشه، چون هر فایتر از خود استراتژی داره و او استراتژی عقب نشینی من ضد عمله، از ضد عمله کار هستم که باز متاسفانه ما با حریفایی که ما برابر شدیم کل کشتیگیر بوده و این دفعه در کشتی هم زده عمله را آماده ساختیم و در بوکس و کیک بوکس هم. یعنی عقب نشینی بازم میکنی؟ عقب نشینی به این معنی نیست که در فایت کسی از فایتر بگریزه، عقب نشینی به سنجش است که پای زد چی کنم، دست زد چی کنم، حرکت پهلوانی رفت چی کنم. این به این معنی است، به این معنی از این نیست که او از ترس فرار کنه، او خود می سنجه و من زیادتر حریف زده عمله کار هستم و امکان داره که در ضد حمله هر مشت و لگت ما بخوره حریف نکاوت کنه و به او خاطر زیادتر. ولی آل ای استراتژی ما تغییر کرده. شاید قامیلات میگه که ما طوفانی، شاید طوفان از طرف ما ببینه. بیادر عزیز، شب جمعه کلکینایتان رو بسته کنین بیادر. از دو طرف طوفان هست، از طرف ایران هم طوفان خیست، از طرف افغانستان هم طوفان میخیزه. خدا خیر ما را پیش کنه، باران نشه، ما زیر او نشیم، بادش خیره. تشکر بسیار زیاد از میلاد شهبازی و روح الله محمدی. دوستای عزیز یک کف بلند بر دوشان. حالا میرسیم به مین ایونت ما، باز محمد مبارز به مقابل زکا فتح‌الله زاده. Let me hear the crowd. باز محمد با شما یک ساعت مصاحبه کردیم، سر ازود فیسبوک در یوتیوب خیلی بحث‌های زیاد شد. شما تازه از روسیه آمدین، با تمرینات خود اختتام داده اینجا آمدین. دوستای عزیز ما زیادترشان نگران بودن، اول که نگران بودن که شاید زکا فتح‌الله زاده نبیایه افغانستان، گپای هوایی است. دوستای عزیز کسی که نگران بودن ان زکا فتح‌الله زاده، یک. دوم، مردم زیاد دهی تشویش هستن باز محمد که حریف یک ذره ضعیفتر معلوم میشه به خاطر ازی که شاید اندامش که خوبش نباشه. خودت خیلی اگر حریفت که ضعیف است، خودت چرا رفتی؟ پول مصرف کردی، دو ماه قرنطین شدی، روسیه رفتی، تمرین کردی، چرا؟ همین جواب مردم ها بده. بعدن باز ما از زکا فتح‌الله زاده پرسان میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در قدم اول سلام و احترام خدا خدمت تمام دوستای عزیز ما، استادای نهایت عزیز بزرگوار که اینجا تشریف آوردن و میمانای عزیز که از کشورهای مختلف تشریف آوردن، بخصوص استاد عرفان عزیز با فایترهای خوبی که در افغانستان تشریف آورده خوش آمدید میگم و زکار را با ترینرش مربیش خوش آمدید میگم در افغانستان. امیدوار هستم که امروز و روز جمعه به خوبی به خیر ما و تمام مردم افغانستان فایترهای عزیز ما به خوبی سپری شود. ما چند بار در این رابطه
از ما خودتام سوال کردی، امروز در طلوعم سوال کردن. ما میخوایم میره دیگه حالا یک کمی واضح تر صحبت کنم. اگر بعض دوستای ما از گپای حرفای حقیقت آزردان میشن، او کار خودشان است. ببینین حالا بس مسلکی بکنیم. گپای بعضی از دوستای ما گپای سر کوچه و بازار که میزنن، او را میمانیم، نظرات شخصی خودشان میمانیم. چون حال فیسبوک است، هر کس در فیسبوکش میتونه نظر شخصی خود بده یا کومن بده، هیچ کس دست کس را گرفته نمیدانه. رئیس جمهور هم روزانه هزاران اشخاص دو میزنه، توهین میکنه. ولی رابطه با زکا ما میخوایم، نباید ما عریف ما معلومات بتوم یا تعریفش کنم، ولی در جواب از دوستا باید گفت. ببینین کسایی که تاوال بیرون از کشور مسابقه نکردن، خود امی بچه های افغان ها را میگم، در سازمان های داخلی خود افغان ها افغانستان مسابقه کردن، ولی عرفایشان برابر UFC هست، برابر بلاتور است، برابر ACA یا دیگه سازمان های دنیا. یعنی موقف خود، خیلی استعداد خود، توانایی خود خیلی بالا انعکاس میتن و بر میگردن با سر ضعیفی زکا اعتراض میکنن، در حالی که موقفشان، موقف تمرینشان، پارتینرهایشان ببینی، نگاه بکنی، ببینی که به سطح افغانستان است. حال ما سطح تمرین MMA افغانستان و سطح تمرین مسابقات زکا را بیایی مقایسه کنیم. زکا در بزرگترین سازمان دنیا که بلاتور است مسابقه کرده، زکا در سازمان فایت نایت مسابقه کرده، زکا در سازمان ACA که امروزی است او مسابقه کرده، در سازمان M1 که اولین سازمان در سطح روسیه بزرگ است که خبیب از اونجا برآمده مسابقه کرده، و چندین سازمان های دیگه که به سطح جهان است مسابقه کرده. زکا 16 مسابقه برد در شیداد داره و تتپولوژی 17 برد داره، 11 باخت داره. ما که بالاترین ریکورد 16 ریکورد افغانستان دارم، تمام برده زکا از تمام ریکورد های ما که بالاست که 16 ریکورد داره. این هر برد از این آل زکا در کدام کشور زندگی میکنه، در کدام تیم تمرین میکنه، پیش کدام ترینرها تمرین میکنه، با کدام آب و هوا تمرین میکنه، این دیگه طرف قضیه. و از هر بردش در این سازمان های بزرگ با چه رقم فایترها فایت کرده، این دیگه طرف موضوع است. ولی من بسیار زیاد خوش دارم انتقادات، چرا انتقادات سالم، انتقادات جوان مردانه که قابل قبول باشه. انتقادات ناجوان مردانه، غیر عادلانه، غیر مسلکی، این به نظر ما خود از این یک نوع نافهمی. خب بدون شک کسی که نفهمه، اگر آگاه باشه از مسلکی بودن بفهمه، از فنی بودن MMA، از دنیای MMA چیزی بفهمه، از عیاری، کاکگی و جوان مردی یک فایتر یا یک رزمیکار بفهمه، در مطبوعات یا در تلویزیون یا در فیسبوک گپای بچگانه نمیزنه. به اون خاطر ما نظر ما ایست، هر کس حق اعلام کردن داره، حق گپ زدن داره، حق انتقاد کردن داره، ولی کلیگی را در افغانستان کلیگی میشناسه. هر کس برابر موقفش، برابر جایگاهش گپ بزنه. آقای مبارز وقت داریم، من از پیشتان سوال میکنم. با اون همه بزرگی که زکا فتح‌الله زاده با ریکاردش در داخل افغانستان آمده، حال شما چقدر تمرین دارین؟ شما دو باخت رد در رد داشتین، فشار روحی هم سرتان هست، فایترتان خیلی قوی هست و خیلی با تجربه هست، اعتماد نفس شما چقدر بلند است و چی میخواین به علاقه‌مندان خود بگوین؟ شب نبرد دور 12 مسابقه مرکزی بازمحمد مبارز با زکا فتح‌الله زاده به چی نو تمام میشه؟ پیش از این سوالت ما میخواییم بگویم که برای ما کاکایل نورستانی رئیس سازمان SLFC 6 فایتر معرفی کرد،
که بالاترین ریکورد بالاترین موقف در بین همو شش فایتر که معرفی که زکا داشت مامیر خودم قبول کردم و رابطه با سوال خودت نورستانی صاحب فایت داخل قفس هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونه که میگم من میبرم یا من میبازم و هر کسی که میگم من میزنم خوشاید او از احساساتی جوان بودنش یا زیافت تمرین کرده باشد یک ذره سرش فشار تمرین غلبه کرده باشد یا از غرور جوانیش باشد ولی از نگاه قانونی مسلکی فایت هیچ کس داخل قفس پیش بینی کرده نمیتونه ولی اگر قهرمانای دنیا باشه در داخل قفس یک حادثه رخ میده که هیچ کس او را تصور نمیتونه کرده بکنه به اون خاطر من نمیتونم فایت ما و زکا را داخل قفس پیش بینی کنم که یا من میزنم یا زکا میزنه منتها زکا با اینمی تجربهش با اینمی ریکوردش با مبارز افغانستان روبرو شده ما وعده میکنم که آخرین زور خدا آخرین تلاشای خدا میکنم او شو مسابقه که این فایت به نفع ما تمام شوه تشکر بسیار زیاد خب آقای مبارز وقت میتیم به زکافت الله زاده شما صحبتای آقای مبارز شنیدین البته در افغانستان در صفحات اجتماعی خیلی غوغای بلند شده بود که زکافت الله زاده از کجا آمد چی است و چی نیست جوابای شما را البته به دفاع رکورد شما به دفاع تجربه شما آقای مبارز صحبت کرد ضرور نیست که سرش صحبت کنیم آقای مبارز یک سوپرستار ام‌ام‌ای افغانستان هست و در ردیف اول ام‌ام‌ای کارای افغانستان شمار میشه همیشه زکا جان ای فایت در داخل افغانستان با یک سوپرستار افغانستان همیشه مهم می باشه و شاید کراود هم در داخل تالار و طرفداری آقای مبارز باشه چقدر سر شما فشار است چقدر آمادگی گرفتین و چقدر مورد حریفتان می فهمین و بگوین که از چی خلاهایی که حریفتان داره استفاده کرده بتوانید که مسابقه رو از آن خود بکنید آقای مبارز گوارید افسه انفرمانسی یا پروچیتال تو سیبیا پیبیا و پولشا تو چه دومایش که پریگرال ای ویگرال و رینگا چو دومایش تی السلام علیکم Я думаю, это будет хороший зрелищный бой. Я смотрел, готовился под него. Он очень хороший боец. И он дрался в лучших организациях, таких как ACB, ICA. Я следил за его боями, смотрел, готовился под него. Ну, я считаю, что он один из лучших бойцов в Афганистане и один из самых известных бойцов в Афганистане. Для меня это хороший шанс проявить себя. Я рад, что я буду драться в главном бою вечера в такой крутой организации. میگه ما بسیار مسابقه بازماند مبارزه دیدیم و تماشا کردیم بسیار یک قهرمان واقعی است بسیار خوب فایت ها میکنه ما افتخار میکنم که امروز از این قهرمان ما در اینجا مسابقه میگیرم شما اگر مسابقه آقای مبارز تماشا کردین البته از خالیگاه هایشان آگاه هستین مسابقه بازماند مبارز تکنیک های بازماند مبارز کجا خالیگاه داره و از او شما چی رقم استفاده کرده میتونید باز محمد مبارز وی پاس ماتریت میچ باز محمد مبارز کاک وی موجت کاکوی پرابلم یس اون یو ای موجت اون یو اسپولز بای اوت ایت پرابلم یا смотрел бы я видел что он хорошо борется но у него проблемы с боксом مشکل از اومگا از بوکس است بوکس خب آیا شما بهتر هستین در بوکس وی موجتی Да, конечно, я готовил это под него, что я буду боксировать с ним, потому что борьба у него очень хорошая. Будем работать защита над борьбой и в стойке. Бали, мам, бисер, омада карим хода дай, бай чиз бокс задан, шо мам дефа мейконам ази. Аقای بازمحمد مبارز حریفتان میگه میگه که شما در بوکس ضعیف هستین و ما خود آماده کردیم و شما را در بوکس میبرم البته. تمرین کردین سر بوکستون؟ در این جای شک نیست ما فیلم های زکا را کردیم در دست پای بسیار خوب کار میکنه
این بیشتر جنگش سر پای است. ما او راست میگم، ما در مسابقات قبلی زیاد از بوکس استفاده نکردیم، ولی اینو نمیتونم گفته که دقیق مدت کمی یک ماه یا 20 روز ما تمرین کردیم بوکسم خوب شده باشه، ولی کوشش میکنم زیافتر کوشش مریض تا در این مسابقه ما کسی استاده جنگ بکنم و بیشتر همو که نقطه ضعف مرا بوکسم خوانده، شاید که ما از بوکسم زیافتر دستر استفاده میتونین ترجمه کنین ایره؟ آقای بازمامت از گزل اومنیا بوکس اوچن سلافایی است مونوگا باربایی است چیرس بوکس ناگا اومنیا ناگا با روکا اوچن ویسرین را بوده یا مونوگا زنیمایی است یا بودیم. Понял, посмотрим это в бою, уже в пятницу в эту будем драться и все увидим. Мегамо, мы видим, да, ринг чиракамас. اگر کدام حرفای داشته باشین به یکی دیگه خود آزادانه میتونین صحبت کنین دوستای عزیز. بعد از حرفای آخری باز محمد مبارز و زکا فتالله زاده در تالار دوستای ما که هست آزادانه میتونه سوال کنه از مبارزینی که در تالار فعلا کتمان نشستن. کدام حرفی دارین باز محمد جان؟ گفتنی خاص ندارم، منتها من این فایت در افغانستان میکنم و تمام مردمم متوجه فایتم هستن و من داخل قفس یا خود بسیار زیاد فوگار میکنم یا زکار تا که مسابقه را به نفع خود خاتمه بدم. ترجمه کنید بچه‌ها. امنیه بولش گاورید نیتو امنیه یا اوچن رادو هستی که افغانستان و تیتا فایت از دیل هم و نوگا لودی اسمات رید و تیتا فایت هم برشان بگویر کدام حرف آخری داریم برشان؟ اکوی پاستیدنی سلوبو یست؟ نه، خچو پبلغادارید لیگو ارگانیزاتو за то, что меня приняли отлично, мне все нравится, все хорошо. И также мои зрители с Украины, с Азербайджана будут ждать этого боя. ما از سازمان شما میگه سپاسگزاری میکنم که این برنامه را رانوری کردن برای ما. تشکر بسیار. ما به عنوان گپای آخر خود میخوایم تشکر کنم از تمام دوستایی که اینجا تشریف آوردن، از هیئت رهبری سازمان SLFC که این دور 12 را ما باور دارم خیلی متفاوت و بزرگ با یک مدیریت خیر سالم برگزار میشه. ما یقین دارم شب روز جمعه شب شنبه ما از یک تصویر خیلی متفاوت از MMA افغانستان در دنیا تقدیم میکنیم که نهایتا یک جای افتخار هم برای مردم افغانستان، هم برای ورزش افغانستان، هم برای MMA افغانستان است و برای کل MMA کار افغانستان. انشاءالله تعالی که با اتفاق اتحاد دست به دست هم داده MMA افغانستان بارها مسابقات همچون بزرگ برگزار بکنیم و جا داره که ما از استاد واسه قیمی سپاسگزاری و تشکر بکنم، از استاد علی احمد افشار تشکر بکنم، از استاد عجب نور سیار تشکر بکنم و از استاد جمشید بگزاوتپور تشکر بکنم که در این برنامه مرا تا آخرین لحظه مسابقه را خاتم رایی کردن. تشکر بسیار زیاد از همه مبارزین ما، یک کف بلند برشان دوستای عزیز.